آقای عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان توی مراسم افتتاحیه فاز دوم بند سد کجکی یکی دو روز پیش صحبتهایی کرده بود، اما اصل قضیه این که شما هزار یه مشکل داری، نیروهات دارن میرن، نیروهای رسمی تو نمیتونی بهشون حقوق بدی، میرن دم خونه ها نان خوش گدایی میکنن، این در میزنن، یه فیلمی ما گذاشتیم، تق 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 میاد طرف با کلاشینکوف نون خوش بده من. توی طالب نان خشک نمیتونی به نیروت بدی، بعد اومدی داری فاز دوم سد کجکی رو که آب به سمت ایران میاد رو اجرا میکنی، تاج سد رو خلاف مقررات داری افزایش میدی و یک سد جدید هم داری در منطقه فراه میزنی تا دیگه همین بارانهای موسمی هم که گاهی به سمت ایران میومد نیاد. حالا کم کم این دوستان ما میتونن بفهمن که آقا اصلا طالب چرا اومده و داره چی کار میکنه. عرض کردم طالب پول نداره که حتی در حد خرید نان خشک به نیروی مسلحش بده، نیروی مسلحش با کلاشینکوف میره از مردم در خونه ها رو میزنه به نون خشک گدایی میکنه، بعد اومده پولش آورده که سد کجکی رو ارتفاع تاجش رو افزایش بده یا در فراه یک سد جدید ایجاد بکنه. عجیبه که این نشانه ها رو مسئولین جمهوری اسلامی نمیبینن و نمیفهمن که اینها دارن چیکار میکنن با ایران و نقشه نهاییشون چیه. اینها که نه، اونهایی که دارن اینها رو هدایت میکنن و حمایت میکنن و تمویل میکنن.